یکی از سوالات مطرح شما توی برنامه مضیف این بود که از مهمانهاتون در مورد کرامات که دیدند بله میپرسیدین، خودتون چی؟ خودم به یمنهی روز غلبرا و به وجودهی سبتت الارض و سما، دم و بازدم ما به اراده حجت ابن الحسنه. عقیده من اینه. اون که 100%، ولی این سوال سوال کسیه که خودش کرامت رو با تمام وجود لمس کرده، که داره از دیگران هم مطالبه میکنه. ببین، به خاطر ملاحظات اخلاقی خودم و سلوکی که دارم خیلی چیزها رو نمیگم، اما یک مصداق میارم که باز عنایت دیگه. من می نوشتم و دوست داشتم بنویسم در حالی که ادبیاتم رو در دوره دبیرستان، حالا فکر کنم برنامه نویسی 19، ریاضی 18، نمیدونم فیزیک فلان، دروس تخصصی یا مهندسی رو اوکی بودم، چه مدرسه چه دانشگاه، ولی ادبیات 7 8 9 اصلا. بعد همه درس‌ها من اصلا تجدید نمی‌شدم، ادبیات تجدید می‌شدم. و یادمه که از همون سنم مثلا 14 15 سالگی دوست داشتم بنویسم. یه اتفاقی هم این که میگم تجدید شدم، فکر کنم مثلا سوم دبیرستان بود. ادبیات مداح و نویسنده و شاعر ما ادبیات میافتاده. افتاده آره، تک ماده. مگه میشه؟ مگه داریم؟ آره الان به همین رو پس میخوام بگم چجوری این که همه کار شاخص رو خب در آوردید؟ می نوشتم و نوشتن رو دوست داشتم و ادبیات هم اون وضع فلاکت بار رو داشت. میگم در این حد که تجدید می شدم با تک ماده هم قبول نمی شد، گفتن آقای تبصره بزنید، این بچه همه نمراش خوبه، فقط ادبیاتش اینجوریه، قبولش کنید بره دانشگاه زود. بعد این برای شعر می خوندم، بعضی هم مسخره می کردم. یه وقتی رفتم حرم امام رضا، گفتم که این لوله کردم شعر رو انداختم تو زری، گفتم که من برای شما می نویسم و قرار نیستش که من چون برای شما می نویسم اینا بیان به من. من برای دشمن شما که ننوشتم. و الاکرامو بالاتمام، شما که کرم کردید تمام و کمال کرم بکنید. گذشت، چند ماه بعدش اومدم تو تهران، قبل محرم بود، آقا جواد حیدری گفتش که من جز کوچیکترینا بودم به لحاظ سنی موقع، حاج آقای ارزی هر سال حاج منصور یه جلسه. سالتون بود؟ من 16 سالم. حاج منصور هر سال قبل محرم یه برنامه داشت با شاعرها. آقا جواد حیدری گفتش که پاشو برو شعر بخون. منم دست و پا میلرزید و همش ذهنیتم این نظرهایی بود که راجع به شعرام داده بودن، ولی خب به جز اونایی که گفته بودم هیچی حفظ نبودم. تا اینکه رفتم پشت میکروفون یه دونه همونا رو خوندم. علالله خوندم. بالا خوندین یه فقط شعر؟ نه نه نه، دکلمه کردم. حاج منصور آقای عرضی منقلب شد، یهو گریه کردن، صدای گریهشون بلند شد. به حال حاج آقا همه جلسه ریخت به هم و همه گریه و فلان. یادمه اون کسی که منو مسخره کرد و به خاطر همون غزله آخرش گفت اون بیتشو اینجا می نویسی یادگاری امضا هم بکن. این رو به یادگار میذارم تو این تصویر بمونه. اهل بیت، استاد ما میفرمودن اهل بیت اعطاء تعین میکنن، کما اینکه اویس اومد خدمت مولا گفت تو کی هستی؟ گفت نمیدونم. کن اویس، تو اویسی، ما میگیم تو کی هستی، از کجایی، نمیدونم. کن قرنی، از قرن. اینکه تو چی گفتی، چی کار میکنی، تو نیستی که تعیین میکنی، او اعطای تعیین میکنه. یه دفعه یه توجهی میکنن، همون چیزی که همه میگفتن به درد نمیخوره، چنان جلوه میکنه مثل خورشید میدرخشه. اینجوری شد. این از اون عنایت هاییست که من با کدوم چشم. حرم رفته بودیم؟ حرم امام رضا. امام رضای مشهد خودمون. آره، این لطف رو از رضا علیه السلام به من کردن. من تو دعاهام خیلی میخواستم از اهل بیت که من
تو این حوزه بتونم که یه کاری بکنم. یعنی واقعا تا همین الانم هیچ وقت آرزوم این نبوده که در جهان مداحی یک مداح مثلا، ولی خیلی دوست داشتم یه جوری بنویسم که اگه مادرش هم شنید اول بعدش نیاد، بعدم اگه یه پلکی تر کرد، یه تیک استخونی هم جلوی این گربه یه چشم سفیده دم و دستگاه پسر خودش بندازه. و بعدها رفتم دوره ها، یعنی بعدها مثلا که سه اتفاقات چیز افتاد رفتیم کلاس استاد اسفندقه می رفتیم کلاس نبوده. آره پوششی هم بود یه، چون اجازه نداری از یه جایی به بعد وقتی که یه کوچولو تغییر میکنه شرایط به جهل خودت ادامه بدی. خب تا اینجا شنیدی، خودت هم باید یه زحمتی بکشی. و رفتم اون دوره های لازم، اساتید لازم رو دیدم و تا اونجا که میتونستم گوش کردم، نوشتم، یاد بگیرم. این جزء عنایتی است که من با تمام وجودم یقین دارم لطف ما هست. عنایت دیگه ای هم داشتین که نمیخواییم بگین، البته خودت هم گفتین که بعضی چیزها بین شما و اهل بیت انشاءالله که بهترین خیرها باشه همیشه. دورتون بگردم. سلامت باشین. فقط بیوگرافیتون رو کامل به ما نگفتین، تحصیلاتتون چی؟ من الان کارشناسی امور فرهنگی دارم. سلامت. یه لیسانس نصف نیمه کامپیوترم دارم، ولی دیگه رها کردم به خاطر اینکه دنیا عوض شد، اصلا دغدغه‌ام تغییر کرد. خب یه خاطره خوب هم بگین، البته گفتین همون بحث شعر و اینها. آره خاطره کفایت بود. میکنه. ولی یه خاطره خوب هم از حالا همین فضایی که داشتین بگین، ممنون میشم که رزق ما باشه. برای یه خواهد اینقدر خوب شما صحبت میکنین دادم حیفش میاد. خواهش میکنم شما لطف دارین. خاطره نیست اینی که میگم، میخوام بگم یه چیزی رو میخوام بگم که قدر داشته هامون رو بدونیم. ببین تو دوران کودکی وقتی میخوام خاطره هامو مرور کنم، همسن و سالهای من مثلا تو دوره 6-7-8-9 سالگی تو این دوره گریه نمی کردن. خیلی کم بود که مثلا تو توی هیئتی توی روزه ای چشمت بیفته به یه تعداد نوجوان کودک گریه بکنن. و من یادمه که 7-8 سالم بود، از بچگی کوچیکتر با بابا میرفتیم هیئت و اینا، بعد این جلوی دکمه های جلوی من این ستاشو باز میکرم گفت بود برو سینه بزن و اینها. تا یه روز بزرگتر شدم مثلا فکر کنم 7-8 سالم بود، هی بزرگترها رو نگاه میکردم میگفتم که چجوری دارن گریه میکنن. و موقع که حالا نماز به من واجب نبود، من نماز میخوندم که تو قنوتش از خدا بخوام که یه کاری بکنه که من برای امام حسین گریه کنم. و جزء دعاهای کودکانه همیشه هم بود. بعضی وقتا میگم که چیکار کردی با ما، چرا باید دغدغه من مثلا تو اون سن به جای این ماشینه گریه کردن برای مثلا غم شیرین تو باشه. خودش انگار مثلا. ولی الان 33-34 سال از اون موقع میگذره، نگاه میکنم تو هیئت ها، تو این کمپین ها، گروه سرودا 3-4-5-7 سال اینا به پهنای صورت عشق میریزن، حسین حسین میکنن. من شک ندارم این نسل مورد توجه خاصه ی حجت ابن الحسن قرار گرفته که همه دارن تو همه جای دنیا بال بال میزنن اینا رو از چشمه نور دور بکنن. اینا با ما خیلی فرق دارن. این چیزی بود که خیلی دلم میخواستش که توی بستری توی محفلی بگم قدر این بچه ها و عشقا و اخلاص و معرفتشون رو باید بدونیم، چون این عشق عشق معمولی نیست. احسن. و تعداد اینها خیلی زیاد شده. زمان بچه که من اینطوری نبود، بچه ها خیلی میفهمن. سرمایه ماست، میخوان از کاسمون از کیسمون غارت بکنن. ببینیمشون، به زبون بیاریم، تشکر بکنیم و قدرشون رو بدونیم، برای دغدغه هاشون تلاش بکنیم. دیر و زود امرو فردا هممون باید بریم، پرچم دست اینا قرار بیفته. هر کی هر عرضه‌ای داره، هر کاری بلده بکنه که باید پرچم رو تحویل بدیم دیگه.
بیشتر چوب خطمون بودیم هممون. دستتون درد دورتون نکنه، میگم، خیلی لطف کردین، فداتون، تشکر میکنم، زحمت کشیدین، خوشحال لطف شدم کردین، زیارتتون کردم، التماس دعا فداتون میشم. یا علی مدد، خداحافظ.